کاپلانتری، دوست دختر سابق شادمهر عقیلی که این روزها پر از حاشیه‌های جنجالیه، چند سال پیش شادمهر رو ترک کرده بود. اما به تازگی ژینا و شادمهر مجدد در فضای مجازی سیگنال‌هایی رو به هم نشون دادن که کاربران زیادی رو کنجکاو کرده. با هم در ادامه به این موضوع می‌پردازیم. قبل از ادامه اگه به ویدیوهای ما علاقه‌مندید از طریق زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید. شادمهر عقیلی از خوانندگان معروف پاپ که بعد از مهاجرت از ایران برای زندگی به لس آنجلس رفت. شادمهر عقیلی قبل از رفتن از ایران با دختری به نام ژینا کلانتری نامزد بود و به دلایلی این نامزدی به هم خورده. شاید شما هم عکس و فیلم شادمهر عقیلی رو با ژینا کلانتری دیده باشید که ظاهراً مربوط به جشن تولد شادمهر بوده. گفته شده شادمهر آهنگ ژینا گل من رو برای این دختر خونده. اما رابطه دوستی بین ژینا کلانتری و شادمهر عقیلی چگونه شکل گرفت؟ چندین سال پیش بعد از طلاق ژینا از همسر سابقش به یه مهمونی در شمال کشور دعوت شد. در اون مهمونی ژینا کلانتری و شادمهر با همدیگه آشنا شدن و مراحل شکلگیری رابطه شکل گرفت. بعد از شروع رابطه شادمهر از وابستگی شدیدش به ژینا گفت و آهنگی رو با اسم ژینا گل من خوند که بسیار هم معروف شد. شادمهر عقیلی به قدری ژینا کلانتری رو دوست داشت که قصد ازدواج با اون هم مطرح شد و در برخی از خبرگزاری‌های اون دوره هم عنوان شد که شادمهر و ژینا با همدیگه نامزد کردن. ژینا در حال حاضر یه پسر نوجوان داره و بعد از جدایی از همسرش مدتی در خارج از کشور با پسرش زندگی کرده. همسر ژینا کلانتری رو کسی نمیشناسه. شادمهر عقیلی هم با یک دختر فیلیپینیول اصل به نام میامسا ازدواج کرده و یه فرزند دختر به نام ملینا داره. میامسا دختر فیلیپینیول اصل اما متولد سندیگو ایالت کالیفرنیا است. اون فارغ التحصیل رشته طراحی صحنه تئاتر از دانشگاه سندیگو و علاقه‌مند به طراحی جواهراته. مدتی پیش بهزاد بلور مصاحبه‌ای با شادمهر عقیلی در مورد عکسش با ژینا انجام داده بود. بهزاد بلور میپرسه شادمهر، عکس‌های زیادی از جشن تولدت در اینترنت پخش شده و یه ویدیوی کوتاه. من بعضی‌هاش رو دیدم. به نظر میاد که تولدت بوده. بچه‌ها میپرسن اینها مال چه وقتیه و خودت اجازه پخشش رو دادی؟ حدود 3-4 سال پیش از اینکه از ایران خارج بشم، یه دختر خانومی که طرفدار کارهام بود، یه جشن تولد برام ترتیب داد و خودم رو دعوت کرد. اونجا عکس گرفتیم و ویدیو گرفتیم، ولی قرار نبود که اینها برای همه پخش بشه. کسی هم از من اجازه نخواد. حالا هم که مسئله نیست، یعنی مسئله مهمی نیست. شادمهر عقیلی در زندگی شخصی خود گاهی وقتها در ایران با دوستاش به شمال کشور می رفت. در شمال به یه میهمانی دعوت شد که ژینا هم در اون حضور داشت. این ارتباط شدت گرفت و شادمهر و ژینا وارد رابطه جدی شدن. شادمهر دوست دخترش ژینا کلانتری رو عاشقانه دوست داشت و قرار ازدواج با اون رو داشت. بعضی ها عقیده بر این داشتن که شادمهر و ژینا نامزد هستن. حلقه دست ژینا هم این شایعه رو از حالت شایعه خارج میکرد. نام اصلی آهنگ ژینا گل من هم در ابتدا گل من بود. خود شادمهر در مورد نام این آهنگ گفته به دنبال یه اسم خاص میگشتم که به جای گل من باشه و کسی از این اسم استفاده نکرده باشه و اسمی زیباتر از ژینا به ذهنم نرسید. بعد از خروج از ایران و با وجود فیلم تولد و فیلم شب رفتن و بارها دیده شدن، شادمهر با ژینا در انجمن شعر و انجمن سینما همراه بود، چون خود ژینا هم یه بازیگر بود و چند فیلم قبلا بازی کرده بود. شادمهر برای گرفتن مجوز در ایران راه به جایی نبرد. از این وضعیت کلافه شده بود. تصمیم به خروج از ایران گرفت.
بعد از تصمیم شادمهر عقیلی برای مهاجرت و خروج از ایران، این مسئله رو با ژینا دوست دخترش در میون گذاشت و قرار بر این شد که ابتدا شادمهر از ایران خارج شده و بعد از انجام کارهای لازم برای اقامت در خارج از کشور به ایران برگرده و سپس به همراه ژینا از ایران خارج بشن. اما زمانی که شادمهر ایران رو ترک میکنه، عکس‌هایی از ژینا کلانتری در کنار مرد دیگه‌ای پخش میشه و ژینا کلانتری اعلام کرد که قصد داره با این مرد ازدواج کنه. شادمهر هم در رابطه با این خیانت ژینا برای اون ترانه خیالی نیست رو خوند. حالا شادمهر هر ترانه از نامردی و بیوفایی و خیانت میخونه، مشکوک به اینه که برای ژینا میخونه تا اون رو سرزنش کنه. بعد از جدایی از شادمهر، ژینا با مرد جدید خود ازدواج کرد و اونها هم به خارج از ایران مهاجرت کردند و مدتی بعد هم بچه دار شدن. اما بعد از مدتی کوتاه ژینا از همسرش جدا شد و با پسرش به ایران برگشت و به تنهایی فرزندش رو بزرگ کرد. پسر ژینا اکنون 9 یا 10 سال سن داره، اما مدتیه که بازار حواشی و شایعات بین ژینا و شادمهر مجدداً داغ شده و کاربران هر یک حرفهای خودشون رو در رابطه با زندگی این دو نفر بیان میکنن. همونطور که گفته شد، شادمهر ترانه ژینا گل من رو برای معشوقش خونده بود، اما بعد از خیانتی که ژینا به اون کرد، شادمهر در کنسرت‌هاش برای اجرای این ترانه دست به تغییراتی در متن ترانه زده. اون به جای ژینا گل من از گل من گل من استفاده میکنه تا دیگه اثری از ژینا در ترانش وجود نداشته باشه. اما شادمهر چند روز پیش در اقدامی جنجالی کلیپی رو در اینستاگرام منتشر کرد که حسابی کنجکاوی کاربران و طرفدارانش رو برانگیخته. شادمهر با ویولونی که تاریخ تولد ژینا روش هک شده بود، آهنگ بی احساس رو خوند و توی پیجش منتشر کرد. روی ویولون شادمهر نوشته شده بود لایف 58 لاف 58 که عدد 58 سال تولد ژینا دوست دختر سابق شادمهره. از طرف دیگه ژینا هم مدل عروس شد و آهنگ ژینا گل من رو روی ویدیوش گذاشت و توی پیجش منتشر کرد. کاربری در این باره نوشت شادمهر میگه از اولم چیزی بینشون نبوده، ولی تو کنسرت اسم ژینا رو از آهنگ حذف کرد. پس یه حسی هست که میخواد قایم کنه با این کارش. بعد ازش مصاحبه کردن، گفت آهنگ ژینا رو برای شخص خاصی نخوندم، دنبال اسم قشنگ بودم و این به نظرم رسید. ژینا هم به این حرفش واکنش نشون داد و دیروز یه پست گذاشت با تصویر خودش و آهنگ ژینا. انگار میخواد بگه برای من خونده. یعنی بعد 20 سال هر دو هنوز تو فکر همن. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگه میخواید از آخرین ویدیوهای ما باخبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، بدرود.